به نام خدا. داستان‌های 1001 شب، شب 62. شب از راه رسید و در قصر سلطان شهر با سکوتی توأم با وحشت و نگرانی همه جا را فرا گرفت. خاتون شیرین بیان سلانه سلانه نزد همسرش آمد و قصه برادر دوم پیر خاموش را اینگونه روایت کرد. و اما ای سلطان دانشمند و اندیشمند، در ادامه داستان به عرض مبارکتان میرسانم که زن سردار قشون هم از جمله فریب خورده های حرف های پوچ کولی فالگیر بود که تا او را دید احترام بسیار کرد و پرسید کجا بودی و کجا می روی؟ کولی جواب داد به دیار ماچین می روم تا دختر پادشاه آن سرزمین را برای جوانی که همراه من است عقد کنم. زن خوشباور پرسید آن جوان که همراه تو است کیست؟ پاسخ شنید جوانی پیلور و پارچه فروش که چون کف دست راستش را دیدم ستاره اقبالش را بر آسمان بالای قصر پادشاه ماچین مشاهده نمودم. حال او را با خود میبرم تا داماد پادشاه ماچین گردانم و چون قصد ماندن حداقل برای مدتی را در آنجا دارم، این است که برای خداحافظی نزد شما آمدم. زن ساده دل ناگهان چون باب خروشید و گفت مگر دردانه یک دانه من که پسر سردار رشید قشون است مرده که تو میخواهی برای یک پیلور بی سر و پا لقا را خواستگاری کنی؟ و آنگاه از زیر فرش 5 سکه زر ناب در آورد و به کولی داد و گفت من میدانم که اگر تو بخواهی میتوانی مهر پسرم را به جای آن بی سر و پای بزاز در دل لقا بیاندازی. من با تمام غلامان خانه‌ام در اختیارت هستیم. فقط کاری کن که به جای این جوان پسرم را ببری. و آنجا بود که پیر زن کولی گفت حرفی نیست. شما فقط اجازه دهید که من و آن جوان امشب را در گوشه ای از بیرونی خانه تان به صبح برسانیم. صبح هم دو است در اختیار ما بگذارید. من هم کاری می کنم که این مزاحم از سر راه کنار رود. همسر ساده دل سردار قشون شب با آب و تاب بسیار ماجرا را برای شوهر قدر قدرت اما بی اندیشه خود تعریف کرد. از طرفی پیرزن رمال وقتی از خانه سردار بیرون آمد رو به برادر پیر خاموش کرد و گفت چقدر خوب شد که موافقت کردی و ما به خانه سردار آمدیم. زیرا زن مهربان او دلش سوخت و گفت محال است اجازه دهم که شما پای پیاده تا سرزمین ماچین بروید. فردا صبح جناب سردار دو اسب در اختیار ما قرار خواهند داد که سریع‌تر برسیم. جوان عاشق لقای خیالی همراه زنی رمال در شهری ناشناخته پا به خانه ای ناشناخته تر گذاشت. و اما ای ملک جوانبخت، پیر خاموش در حضور سلطان مغولستان و حکما و فضلا اینگونه ادامه داد. برادر نابخردم باز هم تحت تأثیر تلقین‌های خانمان برانداز زن فالگیر و وسوسه های زندگی ویران کن او قرار گرفت. چون به خانه سردار قشون آن شهر وارد شد بدون آنکه قدری فکر کند با رویاهای واهی وصال لقای دروغین به خواب رفت. کولی رمال و زن ساده دل اما موزی و بدتینت سردار کنار هم نشستند و نقشه ای رزیلانه کشیدند. نقشه این بود که یک دانه الماس درشت را در حالی که برادرم خواب است داخل جیب او بگذارند و صبح روز بعد 1 ساعتی که از خروج وی از شهر گذشت عده‌ای از سواران اجیر شده توسط زن سردار بروند و او را دستگیر کنند. من از قاضی ببرند که حتما هم قاضی حبس طولانی برای وی خواهد برید. پیرزن ابله رمال بدون آنکه عاقبت کار را بسنجد و از پایان وخیمش بترسد پاورچین رفت و قطعه الماس را در جیب ردای برادرم گذاشت. صبح روز بعد به دستور زن سردار دو اسب در اختیار برادرم و زن رمال قرار دادند. آنها بر اسب سوار شدند و به سوی سرزمین خیالی ماچین حرکت کردند. هنوز ساعتی نگذشته بود که تعدادی گزمه سوار رسیدند
و برادرم را به جرم دزدی الماس دستگیر کردند و به داروغه خانه بردند. قاضی از قبل سفارش گرفته هم حکم حبس و 30 ضربه تازیانه و بریدن دو انگشت برادرم را صادر کرد. هنگامی که مأمور قلچماق در کیفرخانه بیرحمانه ضربه های تازیانه را فرود می آورد، فردی آمد و در گوش وی آهسته چیزی گفت و به جای تازیانه یک میله آهنی به دست قلچماق داد. او بیرحمانه تر با آن میله آهنی بر پشت برادرم کوبید که با اولین ضربه برادرم نعره‌ای کشید و از هوش رفت، زیرا استخوان کمرش شکست. بنابراین در کیفرخانه بلوایی به پا شد. قاضی که تحت تأثیر خواهش‌های وسوسه برانگیز زن سردار حکمی عجولانه صادر کرده بود، وجدانش بیدار شد. به پیجویی مطلب پرداخت و از آن کسی که در گوش دژخیم آهسته حرفی گفته بود استنتاق کرد و دانست زن سردار 2 سکه زر رشوه داده تا دژخیم کمر برادرم را بشکند تا او هرگز نتواند راه برود و فکر وصال لقا دوباره به سرش بیفتد. قاضی متأثر و نادم اول دستور داد برادر استخوان کمر شکستم را به مریض خانه شهر ببرند و بالای سرش طبیبان جراح به مداوا بپردازند و بعد به دنبال زن سردار قشون فرستاد که زن با رنگ و روی پریده به دیوان خانه شهر آمد. قاضی گفت بانو، من به احترام شوهر شما اشتباهی کردم و خام شدم و بدون آنکه طرف را محاکمه کنم حکمی سنگین برایش صادر کردم. دیگر این چه کاری بود که شما کردید؟ زن بدقلب از اول تا آخر ماجرا را برای قاضی تعریف کرد و قاضی گفت شما که زن فهمیده‌ای هستید چرا باید خام حرف‌های بی سر و ته این فالگیران بشوید؟ خانم جان، تمام حرف‌هایی که آن شیاد رمال گفت موهوم است. من قاضی‌ام و تمام سرزمین پهناور چین را وجب به وجب می‌شناسم. ماچین سرزمینی است افسانه‌ای که هرگز وجود نداشته تا پادشاهی داشته باشد. بانوی محترم، چرا نمی‌خواهید فکر خود را به کار بیاندازید؟ لطفاً تشریف ببرید و بدانید که اگر به احترام شوهرتان نبود مجازات سنگینی برایتان می بریدم. اما به هر صورت من دست از سر آن بی همه چیز رمال بر نمی دارم. همکنون دستور می دهم هر جا که هست دستگیرش کنند. اما کلی رمال وقتی گزمه های سوار آمدند و برادر بی خرد مرا دستگیر کردند، همچنان که یورتموار اسبش به جلو می رفت ناگهان به خود آمد و گفت خوب این جوان فضول که موی دماغم شده بود را از سر راه برداشتم، اما خانواده سردار قشون که ابله نیستن. چون قاضی دستور دستگیری زن فالگیر را صادر کرد و چون خبر آوردند که زن کولی اسب سردار را برداشته و فرار کرده، قاضی گفت این بهتر شد، زیرا اگر اسب را می گذاشت و با پای پیاده می رفت مشکل می شد پیدایش کرد. مهم این است که او اسب را با خود برده، یقیناً قصد فروشش را دارد. پس قاضی به مامورانش دستور داد به همه جا بسپارند که اگر یک پیرزن کولی خواست اسبی بفروشد، او را دستگیر کنند. از اتفاق فردای آن روز پیرزن کولی را نزد قاضی به دیوانخانه آوردند. قاضی ابتدا دستور داد پیرزن را در توقیف نگه دارند. آنگاه به دنبال سردار قشون و همسر و پسرش فرستاد و سپس امر کرد تا برادرم را با تخت روان از مریض خانه به دیوان خانه آوردند. قاضی در حضور همه رو به کولی فالگیر کرد و گفت ماجرای لقای ما چینی چیست؟ این مهملات چه بود که سر هم کردی و این همه آدم را به جان هم انداختی؟ پیرزن کولی با صدایی لرزان گفت جناب قاضی، کار ما هم یک نوع کسب و به خاطر از گرسنگی نمردن است و الا اگر ما از آینده خبر داشتیم که خودمان اینقدر بدبخت نبودیم. ما فالگیرها که مردم را با زور شمشیر و تهدید دور و بر خود جمع نمی کنیم. خودشان دوست دارند دروغ بشنوند. قاضی فریاد کشید بس است، بریده باد زبان دروغ پرداز بی ربط گو، و بعد دستور داد زبان این هیلگر دروغگو را ببرید و سردار قشون به تاوان شکستگی استخوان کمر برادرم 100 سکه زر گرفت و به وی داد. بالاخره برادر دوم من دلخسته و کمر شکسته
با 100 سکه زر دریافتی به خانه ام آمد و من از او نگهداری می کنم. چون قصه بدینجا رسید، طاقت بیدار ماندن سلطان قصه شنو به پایان رسید و گردن شهرزاد شبی دیگر از ضربه تیغ تیز جلاد وارهید. پایان شب 62.